ارائه بعدی معرفی بنیاد ویکی مدیا دود دارم عروش میخونم و پروژه هایش به جز ویکیپدیا از آقای سرآبادانی تصویقش بفرمایید. سلام، عصرتون بخیر. خب حالا شروع کنیم درباره پروژه های بنیاد ویکیمدیا به جز ویکیپدیا همه رو بیاییم توضیح بدیم. منم که همونطور که صبح اومدم بهتون توضیح دادم هم یه سرآبادانی هستم. خب یه مثالی مثل سوپر میوه امینی، برادران امینی، به جز کریم، اینم ارائه ماست. یعنی میخوایم درباره همه چی صحبت کنیم به جز ویکیپدیا. خب اول بگم که ویکیپدیا چیه؟ نه، ویکیمدیا چیه؟ بنیاد ویکیمدیا در واقع بنیادیه که سال 2003 با توسط جیمی ولز تأسیس شد و وظیفه‌اش نگهداری سرورها و توسعه نرم افزاری ویکیپدیا بود. بعد این خیلی بزرگ شد، پارسال 75 میلیون دلار بهش اعانه شد و از اینا استفاده میکنه تا سرورها رو نگهداری کنه، یه کسایی داشته باشه پای سرور، یه سری برنامه‌نویس داشته باشه که ویکیپدیا رو بهتر بکنن و بقیه پروژه‌هاش. خیلی از پروژه‌هایی که مربوط به ویکی‌پدیا هست و ما نمی‌شناسیم فقط به خاطر اینکه تو سایه ویکی‌پدیا رفتن و فکر می‌کنیم که مثلا شاید چیز جالبی نباشن، ولی اون‌ها هم به همون اندازه خوب و جذابن. یکی از جالب‌ترینشون ویکی انباره یا commons.wikimedia.org که یه مخزنیه از تصاویر آزاد، نزدیک به 30 میلیون تصویر آزاد توش داره. شما میتونید هر جای دلتون خواست ازش استفاده کنید و بزرگترین نکته که ویکی انبار داره اینه که شما اگر یه تصویری توی ویکی انبار بارگذاری کنید، در آن واحد میتونه تو تمام مقاله های ویکیپدیا یا هر زبونی یا هر پروژه دیگه ویکیپدیا استفاده بشه. من هر پروژه میخوام معرفی کنم یه مثال هم ازش میزنم. یکیش اینه. این میدونید کجاست؟ این مسجد نصیرالملکه تو شیراز. بعد حالا ویکی انبار هر سال، داستان این تصویر چیه؟ ویکی انبار هر سال یه مسابقه داره به اسم تصویر برگزیده سال، از تمام کاربران ویکی‌پدیا و خیلی پروژه دیگه دعوت میکنه که بیان رای بدن به بهترین تصویری که تو انبار انتخاب شده و تصویر سال رو انتخاب کنن. تصویر سال امسال پلوتو بود و دومیش این بود که یه ایرانی به اسم ایوب صابر فکر میکنم از مسجد نصیرالملک گرفته بود و خارجی ها خیلی از این تصویر خوششون اومده بود و هر کسی رو میدیدم میگفتن این چه تصویر قشنگ و چقدر جالبیه. شما اگر برید تو مسابقه ویکی دوستدار یادمان ها بگردید، انقدر تصاویر شبیه همین میتونید پیدا بکنید و میتونید از این استفاده کنید تا ایرانو به بقیه دنیا نشون بدید. یه پروژه دیگه اش ویکی داده است. ویکی داده چیه؟ ویکی دیتایی که اینجا میبینید، کار این در واقع اینه که میاد اطلاعاتی که تو ویکی‌پدیا هست رو سعی میکنه قالب بندی کنه، سعی میکنه به داده تبدیل کنه تا توی دیتابیس ازش نگهداری کنه تا ما بتونیم از این داده ها کوئری بگیریم، تا این داده ها رو در جاهای مختلف استفاده کنیم. خب شما تا حالا توی گوگل سرچ کردید که مثلا اسم بازیگر رو میارید، بعد بغلش یه جعبه کوچیکی میاره از قدش تا فیلمایی که بازی کرده رو همه رو مینویسه. این اطلاعات از ویکی داده میاد، یعنی در اصل از یه پروکسی رد میشه ولی اطلاعاتش در اصل از خود ویکی داده میاد. خود ویکی‌پدیا هم اگر برید مثلا مقاله بازیگر رو نگاه کنید، اون بغلش جعبه کوچیکی داره و توضیح داده که چه سنی داره و که به دنیا اومده، اونم باز از ویکی داده میاد. یه منبع مخزن مرکزی برای همه داده ها و یه API خیلی ترتمیزی هم داره و اکثرا هم توسط ربات کنترل میشه. یکی از کارهای جالبی که میشه کرد اینه که با اسپارکل، کیا با اسپارکل کار کردن تا حالا؟ خب اسپارکل یه جور زبان کوئری نویسیه، یعنی یه جور روش کوئری گرفتن شبیه MySQL. ببینید این کد اسپارکلی که اون بالا نوشتیم، اگر کد QRش هم گذاشتم اگر خواستید میتونید اسکن کنید و برید تو اون سایته و ببینید اینو. اون یه کد اسپارکله، میگه شما بگیر تمام زبان‌ها رو و اونا رو به ترتیب تعداد گویشورشون مرتب کن، بعد این به شما لیست میده که یه اطلاعات لایوی از دیتابیس ویکی‌پدیا است و بهتون میگه که چینی مثلا بیشترین تعداد رو داره با 1 میلیارد و
300 میلیون دفعه. حالا چرا اینقدر این عددش دقیقه واقعا منم نمیدونم. اینجا چیزی که اینجا نوشته 1,299,877,520 نفر، نه 21 نفر. حالا یه سری پروژه دیگه هم داره که خیلی پروژه های شاید بزرگی نباشن ولی بازم جذابن. یکیشون ویکی سفره. تو ویکی‌پدیا شما میتونید درباره پاریس بنویسید، بگید که موزه لوور اونجاست، خیابان شانزلیزه اونجاست، ولی نمیتونید درباره بنویسید که قهوه اونجا چه طعمیه یا مثلا با کدوم آژانس‌های هوایی بریم راحت تره. کاری که اینجا انجام میدن توی ویکی سفر میان توضیح میدن که برای سفر به اون کشور چیکار باید بکنیم، کجا هتل‌های خوبه، کجا رستوران‌های ارزونه، و مثلا اگر اونجای یه جایی هست که خطرناکی نباید برید اونجا رو میگه و خیلی به درد بخوره، مخصوصا نسخه انگلیسیش. نسخه فارسی هم برای شهر ایران خیلی نسبتا کامله. بعدش ویکی واژه است. ویکی واژه کارش چیه؟ کارش اینه که دیکشنری مثل فرهنگ معین و ده خدا رو اینا رو تو خودش داره و حتی دیکشنری زبون به زبون شما میتونید تو اون برید و یه کلمه رو ببینید و معادلاشو تو زبون‌های دیگه. نسبتا هم کامله تو انگلیسیش. فارسیش هم ده خدا رو فکر می‌کنم ریختن توش باز بهتر شده. ویکی گفت آورد یه جاییه که هر صفحهش مثل صفحه ویکی‌پدیا است ولی فرقش اینه توش گفتاوردهای مربوط به اون موضوع رو داره. مثلا من فیلم فایت کلاب رو دیدم خوشم اومد، بعد رفتم تو ویکی گفتاورد تمام نقل قول‌های مربوط به اون فیلم رو گذاشته بود، یا حتی از نقل قول‌های مربوط به یک شخص، نقل قول‌های مربوط به یک یا کسی گفته باشه اونا رو. و دیگهش ویکی نوشته است یا ویکی سورس که این میاد متن کتاب‌های قدیمی، کتابایی که پابلیک دومین رو تو خودش نگهداری می‌کنه. مثلا شما میتونید از گلستان سعدی تا متن قانون اساسی آمریکا یا حکایت‌های عبید زاکانی همه رو توش پیدا کنید. تو فارسیش نسبتاً کامله، چون ما خب سعدی و حافظ و مولوی رو داشتیم و اون شعرها رو ریختیم توش و کامل هست توش. از اینکه شما دنبال یه شعری می‌گردید میتونید اونجا پیداش کنید. و انگلیسیش هم نسبتاً خوبه اگر خواستی استفاده کنی، مخصوصا برای قوانین، قوانین کاملا توش داره. خب میرسیم به پروژه ویکی‌مدیا لبز. ویکی‌مدیا لبز در واقع با این دید تشکیل شد که خیلی اومدن تو ویکی‌پدیا ویرایش کردن و خودشون بلد بودن ابزار بنویسن، خودشون بلد بودن سرویس بنویسن ولی هاست نداشتن، ولی مثلا دستی به دیتابیس نداشتن که بتونن از اینا استفاده کنن. بنیاد اومد، اولش حالا ویکی‌مدیا آلمان بود، بعد این رفت بنیاد. بنیاد اومد گفتش که خب من چیکار میکنم؟ من به شما هر کسی که بخواد توی یک پروژه برای ویکی‌پدیا بسازه، مثلا یه سرویسی برای ویکی‌پدیا، یه API، یه هر چیز دیگه که فکر کنید، جاوا اسکریپت یا مثلا ربات برونه، حتی به شرط اینکه کدش اوپن سورس باشه، یعنی آزاد باشه، با لایسنس های ما همخونی داشته باشه، و دومی که خیلی ریموت به ویکی‌پدیا برگرده، ما بهش هاست میدیم، هاست تقریبا نامحدود میدیم، یه سرور خیلی خوب میدیم که نزدیکه. بعد حالا اگر هم بخواید یکم فنی تر باشید بهتون اینستنس های مجازی میدن که مثلا همون سالیانه $40 آب میخوره، مثلا اگه شما بخواید برید آمازون استفاده کنید به شما میگه رایگان این برای شما، نگهداریش هم انجام بدید، اگر از سوء استفاده کردید ما ازتون پسش میگیریم. و فرقش اینجاست که توی خود لبز شما باید اینستنس مجازی داشته باشید، باید کنترلش کنید، خودتون بلد باشید باهاش سر کله بزنید. و ولی توی تولز اینجوریه که شما فقط لاگین میکنید توی SSH و کد رو ران میکنید یا سرویستون رو ران میکنید و میذارید خودش بقیه چیزا رو هندل کنه. تول لبز در واقع سانگرید انجین بود ولی الان منتقل شده به کیوبرنتیس. کیوبرنتیس سیستمیه که گوگل استفاده میکنه از نظر اپریشنز و یه فیلم خیلی خوبی هست تو یوتیوب که من کیو آر کدش رو گذاشتم، لینکش هم هست، شما میتونید برید ببینید. درباره توضیح میده که چجوری ما اومدیم از سانگرید انجین به کیوبرنتیس منتقل شدیم و البته خیلی توضیح خوبی میده که اصلا لبز چیه و چه تاثیر بزرگی توی سیستم ویکی‌پدیا، نرم افزار آزاد تو ویکی‌پدیا داشته. ربات‌های ضد خرابکاری، همه اینایی که شما می‌بینید همه‌شون روی لبزن. یه پروژه دیگه که بنیاد داره روش کار می‌کنه ویرایشگر دیداریه. کیا با اسم ویرایشگر دیداری شنیدم تا قبلا؟ خب خوبه، خوبه، دوباره توضیح میدم. شما اگر برید مقاله ابن سینا رو ببینید، این مقاله ابن سیناست. خب
خوبه، تمیزه. ولی حالا اگر بخواید یه غلطی رو یه جا تصحیح کنید، مثلا بخواید یه نقطه یه جا اضافه کنید، بعد میرید تو بخش ویرایش، این کدی که اون پایین میبینید در واقع بخش ویرایش ابن سیناست. من خودم اولین بار که اینو دیدم تا دو روز سرم گیج میرفت که چرا این یعنی چی، مثلا این خط بی آر یعنی چی. اینا در واقع سیستمی که خود سرور تو دیتابیس نگهداری میکنه و یه جور مارکاپ لنگویج مثل HTML، با HTML کار کرده باشید میتونید با ویکی‌پدیا راحت تر کار کنید. ولی یه کار دیگه که خیلی راحت تر میتونید بکنید که برید تو بخش آزمایشی بالای، اگه حساب داشته باشید بالای اون کنترل پنلتون یه چیزی هست اسم آزمایشی. جدی؟ بابا دیشب همین من گرفتم. حالا میگه برید تو ترجیحاتتون بخش ویژگی‌های آزمایشی. اگر آزمایشی هم بالا بود برید رو همون. بعد گزینه ویرایشگر دیداری رو فعال کنید. بعد که فعال میکنید میرید رو همون مقاله ابن سینا، روی ویرایشگر دیداری کلیک میکنید، همونجا میتونید مثل ورد یا مثلا مثل گوگل داکس باش ویرایش کنید و نیاز نیست که با این همه متن سرکله بزنید و طبیعتا ویرایش کردن تو ویکی‌پدیا براتون خیلی راحت‌تر میشه. یه پروژه دیگه که بنیاد داره روش کار میکنه، یعنی در واقع تیم ریسرچ بنیاده، اورسه. تعداد ویرایش هایی که هر روز توی ویکی‌پدیا انگلیسی میشه چند تاست؟ زیاد خیلی عدد خوبیه، ولی یه عددی دارید، یه تخمینی؟ 200,000 تاست. بدون احتساب ویرایش های آدم ها، ویرایش های آدم ها رو حساب کنیم، ربات ها رو حساب نکنیم، 200,000 تا ویرایش داریم روزی. یعنی اینجوری که شما تو هر ثانیه چند تا ویرایش توی ویکی‌پدیا دارید. اینو نمیشه ریویو کرد. یعنی شما هر کسی بخواد ویرایش کنه دیگه کسی نمیمونه که اینا ریویو بکنه. بعد مثلا حالا شما بخواید آنلاین باشه، ممکن چند نفر دیگه هم آنلاین باشن یه چیزی رو ریویو کنن. بنیاد ما چیکار کرد؟ یه سیستم هوش مصنوعی ساخت که یه ویرایشو میگیره، یه شماره ویرایشو میگیره، بعد کلی تحلیلش میکنه، بعد به نتیجه یه درصد میده. میگه مثلا 99% بود، این حتما خرابکاریه، اصلا ربات میفرسته که بارگردانیش کنه، اصلا اجازه نمیده که مثلا این بمونه اونجا. ولی اگر مثلا بین 90% تا 50% بود، میگه که خب عزیزان نگهبان، چون ما یه سری آدم ها داریم که خیلی بیکارن، صبح تا شب تو تغییرات تاخیر وایستادن، همینجوری ریفرش میکنن ببینن چه تغییر جدیدی هست و اگر خرابکاری بود واگردانی کنن. همین آدم ها باعث شدن که مثلا مثل ماجرای امیرعلی دولاب خیلی زیاد تکرار نشه. بعد میگه که اینا رو هایلایت میکنه به این شکل، این تغییرات تاخیر ماست، ما تغییرات تاخیر رو نگاه میکنیم. بعد اینا که هایلایت کرده، اورس میگه آقا شما لطفا برو اینا رو چک کن، ممکنه خرابکاری باشن. بعد اگر خرابکاری باشن مثلا شما واگردانی کنید یا گشت بزنید، اون هایلایت میره و کسی دیگه که میخواد اینو بازبینی کنه دیگه نمیاد اینو بررسی بکنه. این یکی دیگه از پروژه هاست. بعد میخوام حرفمو با یه جمله از بنیاد تمام کنم، شعار امسالشه، knowledge is joy، یاد گرفتن، یاد دادن، دانش لذت بخشه. خب حالا اگه سوالی دارید در مورد ویکی‌پدیا، پروژه های ویکی‌مدیا چرا وقتی ارمان دارم توی همش نمیدونم امامیه روز هر کنون باید ارمان بزنم، ولی مثلا توی دقیقا برعکس نه اتفاقا دقیقا تق سوال ببخشید. اگر دوستان ایشون سوال پرسیدن که اگر مثلا من تو ویکی‌پدیا فارسی من یه حساب دارم، خب نمیتونم این حساب توی ویکی‌پدیا مثلا آلمانی استفاده کنم، چون اینا یکی نیستن و این خیلی بده. ولی مثلا گوگل اینجوری که شما یه حساب داشت باشید همه جا یکی میشه. ولی این دقیقا تا پارسال درست بود. از پارسال اصلا کلن سیستم بهش میگن SQL اون دیپلوی شد و شما الان اگر حساب داشته باشید تو ویکی‌پدیا فارسی و مثلا با همون سشن برید وارد ویکی‌پدیا آلمانی بشید، لاگین شده باشید تو ویکی‌پدیا فارسی، برید وارد ویکی‌پدیا آلمانی بشید، مثلا میگم با ویکی‌پدیا ویکی سورس همه پروژه های نزدیک 700 پروژه است، یعنی با تمام زبان هاشون از ویکی سورس ژاپنی بگیرید تا ویکشنری فرانسوی، همه اینا رو میتونید برید و درجا حساب براتون میسازه. یعنی تو از لحاظ فنی برای بنیاد ویکی‌پدیا فرانسوی با ویکی سورس یا ویکی واژه و چیز دیگه هیچ فرقی نداره، اینا به یه چشم نگاه میکنن به همه اینا. بعد ویکی سورس من مثلا قوانین شورا سنفی مثلا میتونم بذارم تو ویکی سورس یا نمیتونم؟
قوانین شورای صنفی محلتون؟ نه، دانشگاهی. آها، شورای صنفی دانشگاه. خب، شورای صنفی دانشگاه نه، یه سری چیز داریم بهش میگن سرشناسی. و امروز صبح هم گفتم معیار سرشناسی رو اگه میخواید بدونید چیه، خلاصش این باشه براتون: اگر شما قراره یه چیزی رو بذارید تو ویکی‌پدیا یا ویکی سورس یا ویکی نبشته یا هر چیز دیگه ای نبشته و اون باعث بشه که اون موضوع مشهورتر بشه، پس اون موضوع سرشناسی کافی رو نداره که بذارید. نه، بس اینه که مثلا من میگم که شما این کتابیه مثلا ویکی سورس یه چیزه، مثلا من میگم کتابای قدیمی رو بذارید، مثلا من میگم مثلا یه روزنامه رو بذارید ویکی سورس بذارید. روزنامه به شرطی که پابلیک دومین باشه میشه گذاشت، یعنی ما مطلبی که پابلیک دومین باشه یا مجوز آزاد باشه رو میتونیم داخل ویکی سورس بذاریم، ولی مجوزش آزاد نباشه کتابای قدیمی هم به این علت میتونیم بذاریم که پابلیک دومینه، چون مثلا حافظ خب 700 سال پیش فوت کرده، خب دیگه کپی رایتش وجود نداره. نه، از این نظر مشکلی نداره. خب این گفتید این ربات میگرده امتیاز میده 90-50، میشه یکم در مورد اون منطور هوش مصنوعی که چطور میان به این مقاله جدید امتیاز رو توضیح بدید؟ والا این که چجوری کار میکنه خودش مثلا تقریبا چند تا پیپره، ولی یه سری پرزنتیشن هم هست، اگه خواستید تو اینترنت من لینک میدم براتون پیدا کنید. ولی اینی که گفتید به طور خلاصه بخوام توضیح بدم، اینی که مثلا آیا این چیزی که اضافه کرده فحشه یا نه، مثلا توش فحش داره یا نه، یا آیا این چیزی که اضافه کرده توی مقاله فرد زنده است، آیا اون کسی که داره ویرایش میکنه مثلا مدیره یا اینکه مثلا حساب اصلا نداره، چون کسایی که حساب نداشته باشن تو ویکی‌پدیا با احتمال خیلی بیشتری خرابکاری میکنن تا کسانی که ویرایش حساب دارن. برای همین اگر کسی حساب نداشته باشه و ویرایش کنه، خودکار یه ذره این درصد میاد بالا، حتی اگر ویرایشش کاملا خوب باشه. بعد خیلی از مسائل دیگه، مثلا یه چیزی هست بهش میگن PCFG، یه جور یه بخش NLPه. NLP یه بخش از هوش مصنوعیه که به بررسی زبانهای طبیعی، زبانهای آدم ها میپردازه و از اون استفاده میکنه. و مثلا که اگه شما جمله ها رو داره تو خودش، میگه اگه این جمله ساختارش شبیه جمله ای که تو فارسی به کار میره نباشه، درصد رو میاره بالاتر، میگه که آقا این احتمالا خرابکاریه. و خود موضوع مقاله هم اگه توش زیاد خرابکاری شده باشه، این خودکار به خرابکاریه که تو اون مقاله میشه مشکوکتر میشه. ویکی بوکس جزو بودیم؟ ویکی بوکس جزو خیلی پروژه بود، من پروژه خواهر خیلی بیشترن، ولی ویکی بوکس رو نتونستم معرفی کنم به دو دلیل. یعنی یکی این که دلیل اصلیش اینه که ویکی بوکس فارسی بسیار ناقصه، یعنی ما نمیتونیم اینو معرفی کنیم که اصلا خب کاربردی نداره برای کسی که فارسی زبانه. ولی اگر کسی که انگلیسی زبانه و میتونه انگلیسی بفهمه، ویکی بوکس انگلیسی بهترین منبع برای یاد گرفتن زبان‌های جدید برنامه‌نویسی یا خیلی از فریم ورک ها، لایبرری ها و چیزهای دیگه است که واقعا من خودم ازش استفاده کردم تا پایتون رو یاد بگیرم. فرقش با ویکی سورس چیه؟ ویکی بوکس توش راهنماست، ویکی سورس متنای عمومیه، یعنی متنای مثلا شعر حافظ بگیرید تا قانون مدنی، ولی ویکی بوکس مثلا اینه که تو چجوری تو پایتون ما کد بزنیم. الان فرقش واضحه؟ آره، کتابچه راهنما، مانیوالی که مثلا شما بتونید ازش استفاده کنید. سوال؟ ویکی بوکس هم سرشناسی اون چیزا داره یا هر چیزی میشه؟ چون کتاب آشپزی هم میدم. اتفاقا ویکی بوکس کتاب آشپزی هم خیلی، ویکی بوکس فارسی تو آشپزی خیلی خوبه. اگر میخواد آشپزی یاد بگیرید، ویکی بوکس فارسی عالیه. ولی سرشناسی یه موقع پیچیده میشه. بیشتر ما تو این زمینه از کامن سنس استفاده میکنیم، عقل سلیم. میگیم که اگر واقعا داریم تبلیغات میکنیم، خب حذف میشه. اگر تبلیغات نیست و مثلا این چیزی هست که نسبتاً پوشش داشته، نه مشکلی نداره. همون قوانینی که تو ویکی‌پدیا اعمال میشه، دقیقاً اون قوانین تو ویکی بوکس یا ویکی سورس ممکنه اعمال نشه. اینا با هم دیگه تفاوت. خب افکن با من سوال دارنش. خب سوال دیگه ای نداری بود؟ سوال این همه پروژه داره بنیاد ویکی‌پدیا. ها ببخشید. قبلا یعنی خیلی سوال سوالم تکرار کنید. ویکی‌پدیا قبل بنیاد مجلد جی اف تی بود. بعدا که کامل جان مناسب کردید.
اگر میشه یکم برای اونجا من دیگه مثلا تحلیل جرمزی کنیم مثلا اگر بیریم که سکیچ پیدیو بزنیم مثلا یک تحلیل جرمزی نه ببین خب باش به میگه که مجوز انتشار مطالب تو ویکی‌پدیا جی اف دی ال بود الان شده کریتیو کامنز و این مشکل ایجاد نمیکنه اگر ما بخوایم مثلا یه مطلبی استفاده بکنیم بیایم مثلا از جی اف دی ال استفاده بکنیم یا مثلا این مطلبی که چه دیگه است اگه درست سوال متوجه شده باشم آره مطلبی که تحت یکی از این دوتا باشه یه سری هست یه موضوع حقوقی وجود داره به اسم کامپتیبیلیتی بین لایسنس ها خب اگر شما لایسنسی داشته باشید که اینو یه سری مطالب رو ساپورت کنه از نظر حقوقی میتونیم این اجازه رو بدیم که شما متنی که مثلا جی اف دی ال هست رو تو ویکی‌پدیا کپی کنید که مجوزش کریتیو کامنزه چون مجوز کریتیو کامنز هم مشابه جی اف دی اله برای همینه که ما تونستیم از جی اف دی ال بریم به کریتیو کامنز خب ما سویچ کردیم کریتیو کامنز هم البته یه دونه مجوز است کریتیو کامنز 0 خود پابلیک دامینه ما کریتیو کامنز 0 نیستیم کریتیو کامنز بای سای سیم حالا تو بعضی جای کریتیو کامنز بای سای 4 بای یعنی اینکه شما باید حتما اتریبیوشن داشته باشید ساش یعنی شیر الایک یعنی اینکه اگر اگر اینو دارید دوباره منتشر میکنید حتما باید یه مجوز آزاد بهش بذارید جی اف تی ال مثلا که اینا رو نداشت و ما نمیتونیم یعنی بهتر بود که بریم یه چیزی که بهتر باشه سویچ کنیم کریتیو کامنز مثلا NC و ND هم داره که NC میگه که آقا شما استفاده تجاری حق ندارید بکنید و ما نمیتونیم مطلبی که کریتیو کامنز NC داره رو بیاریم تو ویکی‌پدیا چون کامپتیبل نیست خب سوال دیگه دلیلی که از جی‌اف‌تی‌ال احتمال زیاد خیلی دلیل خیلی پیچیده‌ای داشته ولی این بخش مثلا خیلی حقوقی بود و ما خیلی هم در چیزی نبود اتفاقا فکر می‌کنم 7 8 سال پیش حداقل افتاد و من دقیقاً از چیزی نمی‌دونم ولی تا اونجایی که خاطرم هست این بود که این بحثا شد که کتاب کامنز وایسات قدرت بیشتری میده به ما که بتونیم اینو منتشر کنیم و استفاده آزاد داشته باشیم سوالات تمام شد خسته نباشید.